اونها مفردش یه عمود اغلق بست یغلق و اغلق اغلاق بستن بازم چیه؟ باب افعاله. چقدر از باب افعال لغت داره. اقتراح یعنی پیشنهاد، مصدر دیگه، پیشنهاد دادن. اقترح یقترح و اقترح اقتراح. درس پر لغتیه، درس پر حجمی از لحاظ لغت. امتلک مالک شد، بازم باب افتعاله. افتعل یفتعل و افتعال، افتعل امرش. انتفع یعنی سود برد، انتفع ینتفع و انتفع، بابم از باب افتعاله. بازم بهائم چارپایان به جز درندگان، مفردش چیه؟ بهیمت. بقا قطعه های زمین، مفردش چیه؟ بقعت. بقعت. تعاون یعنی همیاری کرد، همیاری کرد، همکاری کرد. تعاون یا تعاون، باب تفاعله. تیار یعنی جریان. حافظ نگهداری کرد، حافظ یحافظ و محافظت، حافظ. حجرات یعنی اتاقها، جمع حجرات. حر یعنی آزاد، آزاده. حست یعنی زنگ درسی، قسمت. حفاظ علا نگهداری از. حفاظ هم مصدر باب مفاعلته، مصدر دومشه، فعال. یادتون اومد؟ فاعل یفاعل و مفاعلت، فعال. دوربین چیزه؟ بچه نداره اینا رو؟ متشکرم. حنفیت الماء شیر آب، حنفیت الماء اصطلاح یعنی شیر آب. دوام مدرسی یعنی ساعت کار مدرسه، ساعت کار مدرسه. دورت المیاه سرویس بهداشتی، شما شعرهای مذهبی که تشریف میبرید نوشته دورت المیاه للنساء، دورت المیاه للرجال، یعنی دستشویی مردانه، دستشویی زنانه. بنابراین دورت المیاه اصطلاحه. رما یعنی پرت کرد، رما یرمی، ارمه، ارمه یعنی پرت کن، ارمی یعنی پرت کن. تو یک زن بینداز. اندعزن یعنی در این هنگام، اندعزن یعنی در این هنگام. فرغ یعنی خالی شد، بگیم چی؟ اکمل الفراغ، جاهای خالی را پر کن، از همین ریش است. منتها فرغ فعل ماضیه، فرغ فعل ماضیه. یفرغو فعلش یه مضارعشه، فرغ یفرغو فارغ. غامه یعنی برخاست، غامه یعنی برخاست. غامه یقومو، یه نکته داره که امروز تو این درس براتون میگم. مارسه یعنی انجام داد، تمرین کرد. مارسه فاعله، مارسه یمارسو، مارسه یمارسو مارس، ممارست. ممارست این تمرین کردن، از باب مفاعلت. مرافق عامت یعنی تأسیسات عمومی، مرافق عامت یعنی تأسیسات عمومی. بچه ها یه دونه مرافق هم داریم، مرافق یعنی چی؟ یعنی همراه،
مرافق، یعنی اگر میمش او بگیره، خب میمش او بگیره میشه همراه. دوست رفیق هم معنی میده. مغلق یعنی بسته شده، مغلق یعنی بسته شده، اسم مفعوله. مکیف الهوا یعنی کولر، مکیف الهوا اصطلاحه. مواطن یعنی شهروند، هم‌میهن، مواطن. نشاط یعنی فعالیت. نصح یعنی پند داد. نفایت یعنی زباله، نفایت. لغت‌های مهمی داره این درس. هدوء یعنی آرامش. هاتف یعنی تلفن. هاتف یعنی تلفن. بسیار. لغات مترادف. الوالدت الام یعنی مادر. الفائز الناجح یعنی موفق. الوجع الالم با الف یعنی درد. العام از سنت یعنی سال. الینبو العین یعنی چشمه. حجرت غرفت یعنی اتاق. العدوان العداوت یعنی دشمنی، دشمنی کردن. المعصیت از ذنب، ذنب یعنی گناه. ذنب داریم یعنی دم، ذنب داریم یعنی گناه. النفایت از زبالت یعنی زباله. الکوکب النجم یعنی ستاره. آتا به جا به یعنی آورد. آورد برو بردار آمد. این چقدر فرقه. حالا من تو قاعده ترجمهش میگم، نکته مهمی داره. الورع التقوا یعنی پریسکاری، پریسکار. الفقیر المسکین فقیر، بیچاره. کلمات متضاد درس دوم. غام یعنی برخاست. جلسه یعنی نشست. انتها یعنی پایان. ابتدا یعنی شروع، آغاز. الناجح یعنی موفق. الراسب یعنی چی؟ یعنی مردود. فارغ یعنی خالی. مملوء یعنی پر. مغلق یعنی بسته. مفتوح یعنی چی؟ باز شده. مفتوح یعنی باز شده. الینابی جمعی چیه؟ ینبو جمع های مکثر. از سیاه جمع سائه یعنی گردشگر. الاخوت، الاخوت، الاخوان مفردش اخ. الاخوان، الاخوت جفتش جمعه ها، مفردش میشه الاخ. الموعظت جمعش مواعظ. مساکین مسکین، فقیران. نصوص جمع نص یعنی متن، متن ها. بهائم جمع بهیمت، چارپایان. اعمدت جمع چیه؟ عمود. الاجزا جمع چیه؟ الجزء، قسمت. بسیار. اینم از لغات مترادف، متضاد و جمع‌های مکسر درس دوم. اینم متنش. یه مرور کنیم. این ترجمه واقعا مهمه. قبلا عرض کردم 70% کار ما ترجمه است. انی مسئولون و انکم مسئولون. انه یعنی بیگمان،
همانا، البته، بیگمان من. و شما چی هستیم؟ مسئول هستیم. کانت سمیتو به انتظار والدتها بعد انتهاء دوام مدرسی و کانت حجرات المدرسه مغلقت. میگه سمیه در انتظار مادرش بود بعد از پایان کار مدرسه. میگه چی؟ اتاقهای مدرسه چی؟ بسته بودن. و کانت مدیر المدرسه و بعض المدرسات ینتظرن ان تفرغ المدرسه من الطالبات. دو تا نکته داره. ان تفرغ، کانت ینتظرن. کانت ینتظرن درس اول صحبت کردم راجبش، ماضی استمراری باید معنی بشه. اما ان تفرغ مضارع التزامی باید معنی بشه. مضارع چی؟ التزامی. میگه مدیر مدرسه و بعضی از معلم ها منتظر میماندن که مدرسه از دانش آموزان خالی شود، که مدرسه از دانش آموزان خالی شود. ان تفرغ اندهزن سمعت سمیت صوت مکیف الهوائی من احد الحجرات. اندهزن یعنی در این هنگام، سمعت یعنی شنید، سمیه صدای چی؟ کولر را از یکی از اتاقها. فظنت ان طالبات صف آخر فی حصه تقویت او یمارسن نشاط آخر. پس گمان کرد، ظنه که، انه یعنی که، انه یعنی که. امسال قاعده انه و انه و اینا رو میخونید درس اول، که دانش آموزان کلاس دیگر در زنگ تقویتی، حست یعنی زنگ، پارسال هم داشت، در زنگ تقویتی یا تمرین می کنند فعالیت چی؟ دیگری را. و عندما نظرت به دقت وجدت الحجرت فارغت و بابها مغلق. و هنگامی که نگاه کرد با دقت، یافت اتاق را چی؟ فارغت یعنی خالی. و در را چی؟ بسته. فذهبت الى مدیر المدرسه، پس رفت به سوی مدیر مدرسه. و اخبرتها به ما شاهدت، و خبر کرد او را به آنچه که دید. به ما یعنی به آنچه که دید. فشکرتها المدیرتو، پس مدیر از او تشکر کرد. مدیر اینجا چیه؟ فاعل، خانم مدیر. و طلبت من سمیت اطفاء المصابیح والمکیف، و از سمیه خواست چراغ ها و کولر را خاموش کند. اطفاء مصدره، حالا ما اینجا فعل معنی کردیم، ایرادی نداره. اندئذن شاهدت المدیرتو طالبت به اسم فاطمه، در این هنگام دید خانم مدیر دانش آموزی به نام فاطمه را. کانت فاطمتو تذهب لاغلاق حنفیت الماء التي کانت مفتوحت قلیلت. کانت تذهب، نکته ترجمه‌ای بسیار مهمیه، در کنکور هم همیشه سواله، ماضی استمراری. این چقدر تکرار میشه ماضی استمراری؟ فاطمه میرفت، میرود غلط، فاطمه میرفت برای بستن شیر آبی که کمی باز شده بود یا یکم باز شده بود. و فی الصباح الیوم التالی شکرت المدیرت فی الاستفاف الصباحی سمیت و فاطمت لاهتمامها بالمرافق العامه. و در صبح روز بعد خانم مدیر
در صف صبحگاه از سمیه و فاطمه به خاطر توجهشان به تأسیسات عمومی تشکر کرده و فی حصت العلوم الاجتماعیت قامت رقیت و سعلت المدرست و در زنگ علوم اجتماعی رقیه برخاست و از خانم مدیر سوال کرد ما مقصود بالمرافق العامه، مقصود هدف از تأسیسات عمومی چیست؟ جمله چیه؟ پرسشیه. اجابت المدرسه هی الاماکن التي تمتلكها الدوله، جواب داد خانم مدیر آن اماکنی که دولت مالکشه، مالک می باشد، مالک آن می باشد. و ینتفع به الناس جمیعا، و سود می برند مردم همگی از آن. اذا فهمت معناها، هرگاه معنایش را فهمیدی تو، فذکری لنا امثله للمرافق العامه، پس ذکر کن برای ما مثالهایی را برای تأسیسات چی؟ عمومی. اجابت رقیه، رقیه جان جواب داد المدارس و الهواتف و العامه و المستشفیات و المستوصفات و المتاحف و المکتبات و دورات المیاه، مدرسه ها، تلفن های عمومی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مستوصف، موزه ها، متاحف، متحف، کتابخونه ها، مکتبت، دستشویی ها، سرویس بهداشتی ها، و الحدائق العامه و الاشجار على الرصيف و عائمه الكهرباء، پارک عمومی، باغ عمومی هم پارک منظورش، و درختان کنار پیاده رو و ستون های برق. اجابت المدرسه، خانم معلم جواب داد احسنت، آفرین بر تو، والحفاظ على هذه المرافق واجب على كل مواطن، و نگهداری از این تأسیسات تکلیف است، واجب است بر هر یک از شهروندان. سألت الطالبة بتعجب لما وكيف ذلك واجب الدولة، دانش آموزان با تعجب پرسیدن لما. یادتون میاد درس اول کلمات پرسشی لمازا مخففش چیه؟ لما یعنی چرا و چگونه، آن تکلیف دولت است. قالت المدرسه، خانم معلم جواب داد، این چقدر پرحجم و این پرلغت مهم درس، سوال میدادش، بله هی مسئولیت مشترکتون و سمیت التي ادفعت المکیف والمثابیح، بلکه آن مسئولیت چیه؟ آن مسئولیتی مشترک است. این نگاه کنید موصوف صفت، آن مسئولیتی مشترک است یا مسئولیت مشترکی است. پس سمیه‌ای که خاموش کرد کولر را و چراغ‌ها را، و فاطمه‌ای که شیر آب را اغلقت بست، و دانش آموزی که کتابخانه مدرسه وارد میشه، فتحافظ علی الهدوء فیها، پس نگهداری میکنه به آرامی از آنها، علی و علی نظافت الکتب، و نظافت و تمیز کردن کتابها و ترتیبها و مرتب کردن آن، و تلک التي تنسه من يرمى النفايات، و آن کسی که پند میدهد، نصیحت میکنه کسی را که
حرف میکند. خیلی مهمه، نکته امروزی هست. طرف تو ماشین نشسته آشغال همینجوری پرت میکنه، و این خیلی زشته. و نصیحت میکند آن کسی که آشغال ها رو، زباله ها رو در غیر مکانش با کلامی پاک، با کلامی خوب، قشنگترش پاک که نه، با کلامی خوب خب عرض کنم که نصیحت میکنه. یعنی شما به جایی که بگی آقا چرا این کار رو میکنی، یا آقا اگه آشغال رو بریزی تو سطل آشغال خیلی بهتره. یعنی با این لحن شما هم نصیحت کردی و هم یک کار خوب انجام دادی. هؤلاء یعملن بواجباتهن کمباطنات یشعرن بالمسئولیت. اینها یا اینان عمل میکنن به تکالیفشان، کسانی که این کار رو کردن، مانند هموطنانی که احساس مسئولیت میکنن. یشعرن، شعره یعنی احساس کردن. قامت سمیت و قالت، سمیه برخاست و گفت الیس من المناسب کتابت هذا الحدیث علی اللوحة الجداریه. نگاه کنید موصوف صفت، آیا این مناسب نیست نوشتن این حدیث روی دیوار، روی لوح دیوار، قسمت دیوار؟ انکم مسئولون حتی عن البغائی والبحائمی. امیر المؤمنین علی علیه السلام، همه شما مسئولید حتی درباره بقا، بقعت، سرزمین ها و چارپایان. قبلت المدرست و قالت، خانم معلم قبول کرد و گفت هذا الاختراع حسن، این پیشنهاد خوب است. و سنتعاون جمیعا علی العمل بهذا الحدیث، و ما همیاری خواهیم کرد همگی این کار را به وسیله این حدیث. یعنی همه ما از این حدیث تبعیت میکنیم، همیاری میکنیم و اینو اشاعه میدیم. بسیار. اینم از ترجمه درس مرور کردیم، خیلی مهمه. حالا میریم سراغ قاعده. اعلم، بدانید. الاعداد من واحد الى مئت، اعداد از یک تا صد. شما از یک تا صد رو باید بلد باشید. خب از یک تا صد رو بخواییم حفظ کنیم که نمیشه. فرمولا رو باید یاد بگیریم، قاعده رو باید یاد بگیریم، نکاتی که فنی هست رو باید یاد بگیریم. پس بنابراین این نکاتی که من عرض بکنم شما اگه دقت کنید قشنگ همه تون یاد بگیرید، چیز خاصی نه. اعداد دو نوعه، اعداد اصلی داریم و اعداد چی؟ ترتیبی یا وصفی هم بهش میگن. اعداد اصلی داریم و اعداد ترتیبی. اعداد اصلی از یک تا بیست اینجا نوشتیم، اون تا بیست تا صد رو طبق یک فرمول باید یاد بگیریم. این کسی که یک تا بیست رو بلد باشه قطعا تا صد رو یاد گرفته. عرض بکنم اول اعداد اصلی، واحد، اثنان، ثلاثت، اربعت، خمست، ستت، سبعت، ثمانیت، تسعت، عشرت. احد عشره، خوب دقت کنید، تا ده میشه عشرت یا عشر، مذکر مؤنث داره دیگه. واحد واحدت، اثنان اثنتان، سلاس سلاست، مذکر مؤنث داره. احد عشره، یازده، اثنا عشره، دوازده. حالا میخوایم بگیم سیزده، یعنی سه به علاوه ده.
سه میشه چی؟ سلاس. آه سلاست. ده میشه عشر. پس بگیم سلاست عشر. خوب دقت کنید. از سیزده عرض بکنم. یکیش مذکر، یکیش مؤنث. سلاست عشر. یا چی باید بگیم؟ یا بگیم سلاس عشرت. اینا توی نوشتن، توی نگارش مهمه. شما انسانی هستید، باید اینا رو بلد باشید و یاد بگیرید. خب؟ پس بنابراین خوب دقت کنید. سلاست عشر، اگه بخوایم اون حالت رو بگیم، باید بگیم سلاس عشرت. بس دیگه به معدودش داره، معدود یا مذکر یا چی یا مؤنثه. عرض کنم ادامه داستان هست، زنگ بعدی هم اینا رو مفصل کار میکنیم. اول خواهش میکنم اعداد رو کامل یاد بگیرید و خوندنش رو و معنیش رو، چقدر مهمه. سوال اومده ها، سوال اومده، معنیش مهمه. اربعت عشر یعنی چهارده. تو تست بنویسه چهارده هم غلط، چهارده همین غلط. چرا؟ چون اعداد اصلی هستن. خمست عشر، ستت عشر، سبعت عشر، ثمانیت عشر، تسعت عشر، نوزده. تسع یعنی نو، عشر یعنی ده، دیگه میشه نوزده. عشرون یا عشرین، عشرون یعنی بیست. عشرون و عشرین یعنی بیست. بیستم نداریم، اشتباه نکنید. بیستم میشه عدد چی ترتیبی. من دارم اصلی رو اول درس میدم. حالا این تا بیسته. حالا ما تا صد رو چگونه یاد بگیریم؟ پس به من توجه کنید، به من توجه کنید. میخواییم بگیم بیست و یک. خب اول یک رو باید بگیم. یک میشه چی؟ واحدون. یه دونه و میاریم. حالا بیست رو باید بگیم. یه ترکیبیه. بیست الان گفتیم دیگه، چیه؟ واحدون و عشرونه یا عشرینه. خوب دقت کنید، خواهش میکنم. شما بین 20 تا 30 رو اگر یاد بگیرید که قطعا یاد میگیرید، تا 100 رو یاد گرفتید. الان میگم خدمتتون. میخوایم بگیم 22. اول 2 رو باید بگیم. اسنانه و عشرونه. همینجوری میخواییم بگیم 23 تا 30. اول چند رو باید بگیم؟ 3 رو باید بگیم. خب 3 چی میشه؟ سلاست و عشرون یا عشرین. مذکر مؤنث هم داره، خوب دقت کنید. سلاست رو ما میتونیم سلاس هم بگیم، بستگی به معدودش داره که ادامه بحثه، زنگ بعدی بهتون میگم. اول الان فعلا میخوایم اعداد رو یاد بگیریم، کاربردش رو فعلا نه، فعلا اعداد یاد بگیریم. خواهش دارم، دارم تمرین میکنم. تا صد رو باید بلد باشیم. میخوایم بگیم 24. اول 4 رو باید بگیم. اربعت، اربعتون. این و مهمه ها، و بسیار مهمه. و مثلا عشرینه. حالا فرق بین عشرونه عشرینه چیه؟ خب شما خوندی اونه مرفوعیه، اینه چیه؟ منصوبی و مجروریه. مثلا شما میخواید بگید در یک جمله 21 کتاب را خریدم، اینجا باید اینه بیاریم چون مفعوله.
یه وقت میگیم 21 دانش آموز آمدن، اونه باید بیاریم چون فاعل مرفوعه، پس اون تو نقشه. 25 دقت کن، اول 5 رو میگیم، خمستون و این و مهمه ها، و اشرینن و چی؟ اشرینن. پس بنابراین دوستان من تا 100 رو به همین شکل میتونم چیکار کنم؟ تمرین کنم. خب دوستان گلم دقت کنید، تا 25 که نوشتم، 26 ستت و اشرونم، 27 هفت اول میگیم، سبعت و اشرونم یا اشرینم، 28 سمانیت و اشرونم، 29 تسعت و اشرونم. حالا میخواییم 30 تا 40 رو بگیم به همین شکل، 40 تا 50 به همین شکل، 50 تا 60 تا 99 تا 100 به همین شکل. حالا من پراکنده براتون مثال میگم، 38 اول 8 رو میگیم، سمانیتون و حالا 30 رو باید بگیم و چی؟ سلاسونه. میخونیم 20 30 40 50 رو هم میخونیم. الان میخواییم بگیم 46، اول 6 رو میگیم، ستتون و 40، اربعونه میخواییم بگیم، 50 و مثلا چند؟ 9، اول 9 رو میگیم، تسعتون و خمسونه. اوکی؟ میخواییم بگیم مثلا 80 و فرض کنیم که 5، اول 5 رو میگیم، خمستون و این و مهمه ها، و چی؟ سمانونه. و آخرین مثال میخواییم بگیم 90 و مثلا 7، اول 7 میگیم، سبعتون و حالا 90 و 90. اوکی، این میشه اعداد اصلی. تازه ها مفصل براتون گفتم، الان 1 تا 100 رو باید بلد بشی، الان 1 تا 100 رو بایستی بلد بشی. پس بنابراین اعداد بین 20 تا 30، 30 تا 40، اعداد بین، اول عدد کوچیکه رو می‌نویسیم تو عربی، بعد و میاریم، بعد عدد بزرگه رو می‌نویسیم. یعنی اول یکان، بعد چی؟ دهگان، شما میگید در ریاضی. پس بنابراین خواهش دارم اینا رو دقت کنید. خب عرض کنم به خدمت شما که بریم سراغ اعداد چی؟ ترتیبی. اونم یاد بگیریم. الاول، الثانی، الثالث، الرابع، این راحت‌تر یادگیریش، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. یه نکته بگم بچه‌ها،
اعداد ترتیبی یا وصفی غیر از عدد اول بقیه همه شون بر وضع فاعل میان. فاعل، الفاعل، الرابع، الثالث، الخامس، الثانی، الثانیه ای هست در اصل، ثانی خونده میشه. پس غیر از عدد اول بر وضع الفاعل بر بیاریم، غیر از عدد اول. مؤنثش هم بر وضع فاعلت، الثانی، الثانیت، الثالث، الثالثت، الرابع، الرابعت، الخامس، الخامست. الان تا عدد 10 رو یاد گرفتیم، درست شد؟ حالا میخواییم بگیم 11 بعد معنیش هم مهمه ها، معنیش خیلی مهمه بچه ها. اعداد اصلی رو 1, 2, 3 باید معنی کنیم. 4, 5, 6، 21, 31، 44، 99، 100. اما اعداد ترتیبی نگاه کنید، ام یا امین باید بیاریم، یکم، دوم، سوم، چهارم. اینا تو ترجمه مهمه ها، سوال اومده تو تست کنکور به ویژه برای رشته شما. یا میگیم یکمین، نخستین همایش فلان، دومین کنفرانس، سومین درس، هشتمین امام، امام رضاست، دهمین کتاب، هفتمین کلاس. یا میگیم کلاس هفتم، تمرین چهارم. معنیش مهمه. خب من اینجا الان تا 10 رو خوندم، اینم آموزش بدم ترتیبی رو. بسیار. حالا میخواییم بگیم چی؟ 11، 12 خوب دقت کنید. الهادی عشر، الهادی عشر یعنی 11. تو عدد اصلی چی میگفتیم؟ خوب دقت کنید، تو عدد اصلی میگفتیم 11. اینجا نگاه کنید، الهادی عشر، اون یعنی 11، 11. 11 ستاره را دیدم، رأیت 11 کوكبا، آیه قرآنه. 12، الثانی چی؟ عشر. حالا بقیش میخوام فرمول بدم، میخوام بگیم 13، سوم به علاوه 10، الثالث عشر، میخواییم بگیم 14، الرابع عشر، میخواییم بگیم 15، الخامس عشر، 16، السادس عشر، 17، السابع عشر. سابع یعنی هفتم دیگه، اینا رو بلدی دیگه، یه عشر اضافه میکنید. میخواییم بگیم 18، الثامن عشر، میخواییم بگیم 19، التاسع عشر. حالا میخوام بگیم 20، 20 میشه. العشرون یا اون یکیش، العشرین، خود عشرونه یعنی 20، خود عشرینه یعنی 20. حالا یه ال اضافه کن بهش، العشرون، العشرین یعنی 20، 20 دانش آموز کلاس آمد، یا دانش آموز 20 آمد. درست شد؟ باید دیگیم جا جا طالب، طالب العشرون، دانش آموز 20. بسیار. حالا میخواییم بینش یاد بگیریم، 21 دفتر مثلا،
22مین 23مین 24مین 99مین 87مین خیلی راحته. نگاه کنید، خوب دقت کنید. پس میخوایم بگیم 21 الواحد و این و نیاز داره ها، ول اشرون ول اشرین. خب میخوایم بگیم 22 الثانی 22مین یا 22م الثانی ول اشرون. حالا میخوایم بگیم 23 الثالث و العشرون. 24مین 24م الرابع و العشرون. 25م الخامس و العشرون. 26م السادس و العشرون. 27م السابع و العشرون. 28م الثامن و العشرون. 29م التاسع و العشرون. سیوم الثلاثون الثلاثین ال داره، میره تا کجا؟ تا 90، تا 99مین 90م ها 90م میشه 90. حالا میخوایم بگیم 90 مثلا 3 الثالث و 90. قطعا به این سختی برای شما سوال نمیاد. بیشتر اعداد در کنکور و در تست اعداد اصلی هستن، کاربردش بیشتره، کاربردش بیشتره عرض بکنم. خب و مطلب بعدی که من باید اشاره کنم خدمت دوستان اعداد عقود هست. اعداد عقود، اعداد با فاصله 10 تایی، یعنی از 20 عقود، از 20 ها نه از 10، از 20 تا 90 عقود چیه؟ عقود اعدادی هستن که آخرش اونه و اینه میگیره، اونه و اینه. اشرونه اشرینه، سلاسونه سلاسینه، اربعونه اربعینه، خمسونه خمسینه، ستونه ستینه، سبعون سبعین، ثمانون ثمانین، تسعون تسعین. اینا اعداد عقود هستن. اوکی؟ خوب دقت کن، اینا اعداد عقود هستن. چرا؟ چون آخرش اونه و اینه میگیرن. مثلا میخوایم بگیم 90 کتاب، تسعون کتابن. میگیم راجع به معدودش صحبت بکنم ادامه بحث انشاءالله زنگ بعدی. خب پس یک بار دیگه تکرار میکنم، اعداد اصلی، اعداد ترتیبی یا وصفی بهش میگم، میگیم من داستانشو، و اعداد عقود. این سه تا عدد رو اول بلد باشیم، بعد بتونیم کاربردش رو یاد بگیریم و تستا رو بتونیم حل کنیم. بسیار، برای که یه خستگی، رفع خستگی بشه برای شما و شما هم اذیت نشید، یه چند تا تست، یکی دو تست حل کنیم، بعد بریم برای زنگ بعد. خب فکر کنم جلسه قبلی اگه اشتباه نکنم، یعنی شنبه ای، تست 11 رو حل کردیم بچه ها، درسته؟ نظر بدید آقای شفقی، متشکرم. الان 11 رو باید حل کنیم یا نه 12 رو؟ 12 رو، متشکرم، بفرمایید. تست 12 عزیزان من، دوستانی گلم، با دقت بررسی کنن همین نکاتی که الان گفتم، تو متن درس تکرار کردم،
این ماضی استمراری، این ماضی بعید، این نمیدونه مضارع التزامی الان هست اینجا. دقت کنید ببین گزینه چنده. جواب رو بررسی کنید ببینید چنده. عجله نکنید، با دقت خب 3 نفر فعلا جواب دادن. ناصر جواب داد، هادی جواب داد، حسین طهماسبی جواب داد. خب بله نظر بقیه دوستان چیه؟ چی معلوم نیست؟ ناصر سوال معلوم نیست؟ کم رنگه؟ رنگیش کردم، احتمال داره چون رنگیش کردم اینجوری شده. خب من براتون بخونم. کنتو افکرو، دقت کنی، فی نفسی هل یمکن ان تکون قد خلقت السماء والارض و کل ما فیهما من دون حکمت. ریاضی 98. یک میگه با خیش در اندیشه ام، نگاه کنید، که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود؟ دو، با خودم فکر میکنم که آیا ممکن است آسمان و زمین و هر چه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد؟ سه، میگه با خود میاندیشیدم آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آنچه در آنها است بدون حکمت خلق شده باشد؟ چهار، میگه با خیشتن خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود؟ نظراتتون دادید؟ بررسی کنم. خب ببینید، کنتو افکرو، کانه به علاوه چی؟ مضارع، میشه ماضی استمراری، درست شد؟ پس بنابراین در اندیشه هم غلط، گزینه یک غلط، گزینه دو فکر میکنم غلط، مضارع اومده، میاندیشیدم فکر میکردم، 3 و 4 میخوره، فعلش میخوره. خب باید بقیه نکات هم دقت کنید. بعد ان تکونه، نگاه کنید، ان تکونه مضارع چی؟ التزامیه، باشد، باشد. گزینه 4 شود معنی شده، گزینه 3 باشد معنی شده. این یک. قد خلقت، قد خلقت، خلقه فعله مجهولم هست، خب خلق شده، خلق شده، اینجا نشه خلق شود، مضارع التزامی معنی شده. بله دوستانی که گزینه 3 رو گفتن درسته، جوابش گزینه 3. سوال 14 رو هم حل کنی دوستان من. 14 آسون، البته دو تا سوال از درس اول مونده، دو تا رو حل کنی دیگه میریم سراغ درس دوم. عین الخطا فی نفی الفعل، سوال که واضحه دیگه، ها سوال واضحه دیگه. چی شد؟ 12 رو حل نکردید؟ 12 حل نشد؟ آقای شفقی؟ خب باشه بفهمید، میگه 12 رو حل نکردید، بفهمید 12 رو حل کنید.
یتراکم بخار الماء فی السماء و یتشکل منه الغیم الذی یعد منشأ المطر. خب دوازده رو هم بررسی کنید، فعلها رو دقت کنید، اول فعلها رو دقت کنید، فعلها خیلی مهمه. خب حسین طهماسبی جواب داد، هادی شفقی هم جواب داد، بقیه دوستان، ناصر هم جواب داد، خب بقیه دوستان نظرشون رو بگن. بله حسین آذرکیش، خب تمومه؟ همین چهار نفری، پنج نفری؟ من ظاهرا اسکندری رو دیدم. وحید خان جواب نمیدن؟ خوابه؟ آقای صادقی نیستن؟ آقای اسکندری، آقای صادقی، آقای مهدیار طهماسبی. بسیار بررسی میکنیم. یتراکمو فعل مضارع، یتشکلو فعل مضارع، یعدو فعل مضارع، درست شد؟ یک بخار نگاه کنید مفرده، پس جمع غلط، بخارها غلط، بخارها غلط، پس دو و سه میره کنار، این چقدر راحت حل میشه. بعد فعل مضارع یتراکمو دور که عرض کردیم متراکم هستن، خب غلطه دیگه، متراکم میشود، سه هم زده متراکم شده است، ماضی معنی شده، غلط. پس دو و سه میری کنار، یک متراکم میشود، چهار هم متراکم میشود، این دوتا میخوره، درست شد؟ بعد غیم همون گفتم دیگه، ها تو لغت خوندم براتون دیگه، جلسه اول، درس اول، غیم سحاب یعنی ابر، چهار ابرها معنی شده، یک ابر معنی شده، کاملا نظر شما درسته که اکثر شما ها فکر کنه بله درست جواب دادید، درود بر شما. آقای شفقی سوالت چیه؟ در مورد چی؟ صیغه چی؟ صیغه کانا؟ کانه منظورتونه؟ کانه؟ کانه صرف میشه دیگه، کانه، کانا، اینو صرف کنم کامل براتون، منظورتون اینه؟ کانه رو صرف کنم تا آخرش؟ بسیار خوب، باشه باشه، چشم، زنگ بعدی براتون کانه رو میگم، باشه، حسنه باشید، فعلا این زنگ کافیه تا زنگ